سپاهان به عنوان پرسر و صدا ترین تیم لیگ تو نقل و انتقالات در زمینه بازیکنای چند پسته هم دست بالاتر رو داره. اونا فصل پیش امید نورافکن رو در اختیار داشتن. بازیکنی که فصل رو به عنوان مدافع چپ شروع کرد، بعد به پست هافک دفاعی منتقل شد و تو تغییر تاکتیک‌های سپاهان نقش هافک میانی، هافک هجومی و وینگر چپ رو هم بازی کرد. حتی تو بازی که سپاهان سه دفاعه به زمین رفت، نورافکن مدافع وسط شد. این فصل علاوه بر نورافکن دو تا بازیکن چند پسته دیگه هم به سپاهان اضافه شدند. رضا اسدی فوتبالش رو به عنوان هافک دفاعی شروع کرد و بعضی بازی‌ها در پست مدافع وسط قرار می‌گرفت. فصل پیش اسدی مهاجم نوک تراکتور شد و یکی از بهترین گلزنان لیگ بود. اون علاوه بر این پست‌ها به عنوان هافک میانی بازی کرده و این فصل احتمالاً قرار هافک هجومی سپاهان باشه. رضا شکاری خرید دیگه سپاهان معمولاً به عنوان مهاجم و وینگر بازی میکنه. شکاری سابقه بازی تو پست هافک هجومی رو هم داره و در صورت نیاز به عنوان هافک میانی هم میتونه تو ترکیب قرار بگیره. دلیل قیمت بالا و رقابت شدید برای خرید این دو بازیکن هم همین قابلیتشون بود. فرشاد احمدزاده بازیکن دیگه یه که میتونه تو این زمینه به کمک مرایس بیاد. پست تخصصی احمدزاده وینگر راست و چپه. اون تو پست هافک هجومی هم بازی میکنه و حتی توسط برانکو و نوید کیا به عنوان مدافع چپ هم استفاده شد. کاوه رضایی هم میتونه بین پست مهاجم نوک و وینگر راست جابجا بشه و محمد قربانی علاوه بر هافک دفاعی، مدافع میانی سپاهان تو بعضی از بازی‌ها بوده. بازیکنای چند پسته تراکتور کم نیستن، ولی خیلی‌هاشون توانایی‌های مشابهی دارن. گوستاو واگنین فصل پیش مهاجم تراکتور بود و وقتی بهش نیاز شد تو پست وینگر راست و چپ هم قرار گرفت. واگنین حتی میتونه هافک میانی تراکتور بشه. امیرحسین حسین‌زاده هم مثل واگنین میتونه مهاجم، وینگر راست و چپ و هافک میانی باشه. حسین‌زاده تو استقلال به عنوان هافک هجومی هم بازی می‌کرد. سیامک نعمتی هم شرایط مشابهی داره. نعمتی تو پرسپولیس مهاجم و وینگر راست و چپ بود. پست تخصصیش وینگر راسته، اما تفاوت نعمتی با واگنین و حسین‌زاده توانایی بازیش تو پست مدافع کناریه. نقش مدافع راست که بارها تو پرسپولیس بازی کرد و معمولاً خیلی خوب از پسش برمی اومد. محمد نادری و محمد آقاجانپور به تراکتور فرصت بازی با دو سیستم سه دفاعه و چهار دفاعه رو میدن. نادری مدافع میانی و مدافع چپ بازی میکنه، آقاجانپور مدافع میانی و مدافع راست. در صورت بازی تراکتور با سیستم سه دفاعه، اونا به پست مدافع میانی میرن و تو سیستم چهار دفاعه به مدافعان کناری تیم پاکو خمس تبدیل میشن.